سلام دوستای عزیز، خوش آمدید در یک ویدیو دیگر از کانال هنری قاصدک. در این ویدیو آموزشی همین لباسی که تن کودک این آموزش از این لباس را داریم. در ویدیوهای قبل کشیدن الگوی بالاتنه کودک و همینطور آستین کودک را در دو تا ویدیو گذاشتم. دوستایی که اونا را ندیده برو ببینه و بعدش الگو رو بکشیم. دخت از این لباس خیلی راحته، کشیدن الگویش هم خیلی راحت، اما در یک لحظه میتونیم یک لباس خوب جور کنیم و جان بچه های خوب بدیم. اینجا ما الگو رو کشیدم، الگوی بالاتنه پیش روی و پشت سر رو کشیدم. قسمت یخنش را یک مقدار ما باز کدم، این مقدار یخن بازتر کدم. یا ماستینش، یا پایین ماستینش را میخواییم که از او مدل که دهانش موچی داره و موچی سخت میشه از اونا جور کنم. به اندازه 3 یا 4 سانتی متر بند، همون اندازه که بخواییم که پهنای موچی از مو باشه. ما این را کتا مونم. این هم یخنشه که اینجا ما کشیدن یخن را به این صورت انجام میدیم. اول دوری هم یخن پیش روی را با پشت سر را که اینجا نصفشه، ما این را اندازه میگیریم. پیش روی با پشت سر 19 سانتی متر شد. یک کاغذ کوچیک دیگه برمیداریم، به اندازه 19 سانتی متر یک خط میکشیم. این نصف یخنه ما اینجا یال نصف یخن را میکشیم. بعدا این را در روی دو قد پارچه، یک طرفش دو قد پارچه اوار مونیم. بعد هر دو طرف یخن را بریش مونیم. از اینجا پهنای یخن را ما 8 سانتی متر گرفتم. اونا کاملا دل بخواهیه، اگر بخوایم پهنای یخن از مو کوچکتر باید ما میتونیم کمتر بگیریم. اگر بخوایم که کچتر باشه میتونیم که را کلانتر بگیریم. ما اینجا 8 سانتی متر گرفتم. از اینجا از گوشه سمت چپش ما 3 سانت بالا رفتم. از این گوشه سمت راست 3 سانت به سمت داخل آمدم. اینجا با یک خط کج این دوتا سرازی 3 سانتی متر ما به همدیگه وصل مونیم. این قسمت پایینش دور ریز میشه. از این گوشه بالای سمت راست ما به اندازه 3 سانتی متر پایین میایم و این را مستقیم به سرازی 3 سانتی متر پایین وصل مونیم. اینجا یخن از مو گوشهش طراحی شد. این را در سرازی 8 سانتی متر وصل نمی. دو طرفش اینا کلا دور ریزه. همین قسمتی وسط از این یخن از موی، حالا ما یخن را شروع نم در بریش کدو. یک قسمت شکالی بریش نمی گوشه های یخن ها که در پیش روی قرار میگره. اینجا هم پشت یخن ها که این قسمت شی در روی دولایه بسته پارچه قرار میگره که یخن از مو این نصف یخن ها، نصف دیگهش هم از او طرفش بریشنه. نصف یخن به این صورت شد. اینجا نصف پشت و نصف پیش روی. اینجا همون قسمت پشت سر شد. اینجا باید دو قد پارچه وار کنیم که یخن کامل بریشنه. ای به این صورت نصف یخن به این صورت جرم شد. یخن را ما اینجا روی پارچه به این صورت کوب مونیم. حالا الگو تکمیل شد. پارچه را باید کاملا صاف از قسمتی ترکی های پارچه میگیریم، کاملا صافی را اوار کنیم. پارچه کجی نداشته باشه، کامل صاف باشه. او پارچه هایی که نخی اونا رو بهتره که اول یک دفعه آوکش کنیم، بعد اوار کنیم خوش کنه و تو بزنیم. بعد پارچه را ما در اینجا صاف اوار کدوم. حالا الگوهای خرا به ترتیب رویشی قرار میدیم. بعد صاف مونم و اینا را اطرافش را به اندازه 1.5 سانتی متر ما جای دخت میلوم و بریش مونم. این قسمت پشت که باید در روی دولایه بسته قرار بگیره چون پشتش باز نیه. بعد کنارش این آستینه، همین درز خط وسط آستین با رنگ پارچه باید اندازه بالا و پایینش برابر باشه که آستین در دیست پیج نخره. همین خط وسط آستین این خیلی مهمه، باید ایر کاملا با رنگ پارچه ما برابر. اینش هم پیش روی، پیش روی را چون بازه دکمه خورد را این طرف قرار دادیم. یه ماستینه آستین را گفتم به اندازه 4 سانتی متر ما کوتاه دادیم. حالا دو برابر از او که دو قد مونیم و دو سانت هم برای جای دختیش ما برای پته سرش بریش کدیم. یه هم دامنشه، دامنش بلندیش ما 40 سانتی متر گرفتم. پهنایش هم این بالایش این رقم چین مخره. پهنایش هم 1.5 متر عرض پارچه یکی
74 سانتی متر هم ترام شه که دو قده ای دامن شه. حالا ما اینا رو بوریش کدوم ای پیش روی را که ده باز بود این هم یخن شه، یخنش باید دو دن از ای بوریش کنیم. به این صورت دو تا برای یخنش بوریش کدوم بالا تنه پوشتم پیش روی. این یک پارچه را ما برای جای بوچیش در نظر گرفتیم. جای بوچی را ما 2 سانتی متر میگرم پهنایش را که دو قد میشه میشه 4 سانتی متر. 2 سانتی دیگه هم برای جای دوختیش که روی همه ای 7 سانتی متر گرفتم. بلندیش به بلندی لباس بستگی داره، می پیش روی دامن را با پیش روی لباس را اندازه میگیریم. بلندیش باید به اندازه بلندی لباس باشه. یخنش را ما یک طرف یخن را لای چسب دیدم به اندازه خود همون الگو. حالا دور تا دور زیرا ما اینجایش کوک مونم. ما به این صورت یخن را کوک کدوم و تو زدم. این یک دنی لبش را ما قد کدوم به سمت داخل و تو زدم. یک دنیش را صافش دوم یعنی یخن را دیگری مونم. به این صورت ایر دوباره و تو مونم. این گوشه هایش را با سر قیچی بور مونیم که یک کاملا صاف شنه. ایر با احتیاط کنیم که پاره نشنه. سر قیچی تیزه ایر به این صورت ما اوتونم. یک لبهش را ما قد کدوم داخل و تو کدوم یک لبه دیگهش بازه. حالا دوتا تیکه پیش روی را از سر شانه اینار کوک مونم به هم دیگه از زیر بغل هم همینطور اینار کوک مونم. این به این صورت شد ما اینار کوک کدوم. بعد سردوزم میزنیم که کاملا یخنشه. یخنشم آماده یه. حالا بریم که دامن را آماده کنیم. دامن را ما قسمت بالایش را دو دور کوک مونم که بیکشون بعدش چین دادش نه. اول به اندازه فاصله نیم سانتی متر ما از حاشیهش کوک مونیم. بعد نیم سانتی دیگه فاصله میدیم از او کوک. دو دنه کوک کنار هم. بعد امو تارشی که در زیر قرار داشت تار زیر را هر دو تار با هم میگیریم میکشیم. یک دور کوک کنیم هم موشه چین داد. ولی اگر بخوایم خوب تمیزتر باید قشنگتر باید دو دور کوک کنیم خیلی بهتره. اینطوری منچی هم نمشه. حالا دامن را ما به اندازه قسمتی بالا تنه کمر را مقص چین دادم. چینایش را باید برابر کنیم. یالی را در بالا تنه میچسبنم. به این صورت ای را کامل ما اول سوزن میزنم از این طرف تا او طرفش را برابر مونم. بعد مبروم زیر ماشین خیاطی ای را کوک مونم. دامن به بالا تنه وصل شد. به این صورت شد. حالا میتونیم که امی نواری را که برای جای دکمه بریشک دادیم عرضیش 7 سانتی متر بود. بلندیشی به همین اندازه اندازه پیش لباس بود. ای را دو طرفش را میلیم و کوک مونیم. ایر کوک کدوم به این صورت. حالا ایر دو قد کدوم و توزی دوم دیگری دورش را کوک کدوم یا روز دورش را میخواییم از بلیش کوک کنیم. امی درزایش را داخل مونم. بعد از بلیش ای را یک را مبروم که به این صورت روی همدیگه قرار بگیره و اینجا یک طرفش را سوراخ باز کنیم یک طرف دیگهش هم بوچی بشینیم. به این صورت این قسمت بالایش را ما اول از دیگری دورشی کوک دادم. یادم رفت نشان بدیم. اینجا را ما یک قیچی زیدم که اینجا این قسمت هایشی بوم نبرای وصل کدون یخن. حالا شروع نیم که یخن را وصل کنیم. این قسمتی که برای بوچیه و قسمت شما یخن را وصل ننیم از ادامیز و ما شروع نم که یخن را به این صورت کوک کنم. اما پشت یخن را ما دقیق وسط یخن را مشخص کدوم. یک طرفش را کوک کدوم. حالا ای را ریزه ریزه قیچی میزنم تا دمی دوخت را. حالا ای طرف یخن را پشتولنش داخل شمونم. ای طرف یخن را اینجی خوکل جنم بلیزی و کوک مونم. اینجا به این صورت ما ای را دوباره مبون کوک مونم. یخن از مو به این صورت شد. ما ای را کامل کوک کدوم. اینجا جای بوچیشه. یخن را پس که قد مونیم به این صورت می خوابانیم. یخن این شکلی شد. حالا بریم که آستین شیور کنیم. اول سر آستین را ما دورا کوک مونم. به این صورت کشنم چین میدیم که تا اندازه همین دوری موچی شونه. ای را دور دیف کوک کدوم یا لی تاری زیریش را گرفتم کشیدم که اندازه زیش نه.
حالا آستین را دو قد مونیم، ما درز آستین را کوک مونم تا پایین شی. پایین یک اندازه دو سه ناخو اینجا فاصله میلوم که آستین را راحت بتینیم ببشیم. اینجا را باز میلوم و حالا اینجا را دو طرف شی را باریک دو لایه قد مونیم و از رویش کوک مونیم. این طرفش هم به همین صورت ما ایر باریک دو لایه قد مونیم کوک مونیم تا اینجا را. یخ آستین به این صورت شد، اینجا را این شکلی کوک دوم. حالا بریم که همون موچی آستین را وصل کنیم. ایر دو قد مونیم، یک طرفش پشتولش هم طرفی داخل قد مونیم از روی زی کوک مونیم. این طرفش هم به همین صورت یک طرفش را آزاد میلیم، یک طرفش را پشتولش به سمتی داخل قد مونیم. این به این صورت ما دو دورش رو کوک کدوم، پشتلون اضافیش رو میزنم. حالا ایر در روست دورشی برمیگردانم. حالا ایر بریم که در دیگری دور آستین ما کوک کنیم. امی دور آستین را که ما چین داده بودم به اندازه زی شده، یا ما ایر اول در دیگری دورش وصل مونیم. ای به این صورت در دیگری دورش وصل شد، بعد آستین را روست مونیم و روست طرفش را از رویش کوک مونیم که شبیه یخن شنه. ایر اینجا همون طرف شرکی اونجا قد که دادیم قشنگ صاف مونیم. ایر پشتلونش داخل شمونیم، ایر از رویش یک کوگ صاف کوگ مونیم. آستین از مو به این شکل شد، آماده شد آستین. حالا آستین بعدی را به همین صورت آماده نیم و ایر موریم که وصل کنیم به بالا تنه. قسمتی بالا تاج آستین را ما یک ریزه قیچی میزنیم که مشخص شنه. آستین را موبریم داخلی قسمت بالا تنه، اینجا را این درزی سری بازو را برابر مونیم با قسمت بالای آستین. ایر دور تا دورش را به همین صورت ما کوک مونیم. آستین بعدی را به همین صورت کوک مونیم آماده میشه. ما آستین ها را وصل کدوم هر دو تایش را از داخلش سر دوزم زدم. کار از مو تا این حد را تکمیل شد، فقط پایینش مانده. اگر سردوز داشته باشیم پایین را فقط سردوز میزنیم، یک لایه قد مونیم کوک مونیم. اگر سردوز نداشته باشیم دو لایه قد مونیم که تارایش کامل نیشنه. اینجا ما یک تیکه برای جیب برداشتیم، میخواییم که پیش روی زیر دو تا جیب ریزه ریزه کوک کنم. ای کلانش بستگی به پیش لباس داره، شما هر اندازه که دوست داشتید میتونید که ای را به این صورت چکنید. یک تیکه دیگه میخواییم که برای دهانه جیب عرضیش 8 سانتی متر و پهنایش باید به اندازه پهنای خودی جیب باشه. به این صورت ما جیب را لبیش قد کدوم کوک کدوم. تیکه سر جیبی را میخواییم که طراحی کنم. از اینجا ما به اندازه 3 سانتی متر به سمت بالا میم و علامت میزنم. بعد وسط زیر پیدان و وسطش را علامت میزنم. سر دهان از جیب را میخواییم که طراحی کنیم. اینجا ای دوتا علامت را ما به هم دیگه وصل مونم. ای طرف را هم به همون صورت میخواییم از روی زی خط کوک کنم. حال ما موریم از روی زی خطی را کوک مونم. به این صورت شد، از روی خط کوک کدوم. اضافه هایش را قیچی نم دور میریزم و ای را در روز دورشی روز مونم. بعد اوتو مونم لبش را که کاملا صاف شنه. حالا این رقمی را در سر جیب ما کوک مونیم. در لباس را در پیش خوارنم، اول می را کاملا با صاف جیب را به این صورت کوک مونیم. اطرافش زیرش قد مونیم و لبه جیب را این را به این صورت ما در زیرش قد که در اینجا کوک مونیم. دو طرفش را دو دنه جیب ما به این شکلی می خواهیم جور کنیم. دوستایی جیبار ما هر دو تایش رو کوک کدوم دو طرفشی به این صورت شو جیب را با لبش را. حالا بریم که همی بوچی های زیر سخت کنیم. بوچی هایش را در هر فاصله ای که شما دوست داشته باشید میتونید که تعداد زی بوچی ها را انتخاب کنید. ما فاصله زی بوچی ها را 5 سانتی میترش دوم. فاصله اول فاصله میلومینی را با سابو ارخط میکشم. از این بوچی تا بوچی بعدیش 5 سانتی متر فاصله شه. اینا رو همه را جایش به این صورت مشخص مونم. طرفی راست دور لباس را اول ما جای بوچی را سراخ مونم، بعد به خودی بوچی را طرف چپ دور کوب مونم، بعد به این صورت میشه. همه از اینا رو ما علامت زدم. از این پایه استفاده نیم که پایه مخصوصی
از این جای بوچی های باز کردن از اینا. حالا مبریم که همین جاها را با سابو مشخص کدوم علامت زیدوم اینا را ما کوک کنیم. درجه دخت را ما روی ایل مبریم که ایل مخصوصی دخت زیگزاگ. بعد این بالایش را ما در روی اول روی ایس بود یا ما روی عدد های مبریم 1, 2, 3. بعد درجه دخت را ما خیلی کم مونیم، نزدیک صفر میرسینیم. اول اینجا ما روی دو بردم که دو سر از او را بست بزنه. حالا روی یک مبرم که ای را به سمتی طرف خود ما زیگزاگ کنه. تا این طرف که علامت زیدادم مشخص کردم اینجا استاد مونم، دوباره روی دو مبرم که ای سرش را زیگزاگ کنه بستش نه. حالا روی سه مبرم که ای را پسکی کوک کنه که لبه دیگهش کوک شنه. از اینجا ما احتیاط مونیم با دقت که قشنگ تا همون او سرش را دخت شنه. همه از اینا را ما جای بوچایش را کوک کدوم به این صورت. حالا با از این وسیله اگر نداشتید با نوک قیچی را با آرامی باز مونیم. باید احتیاط کنیم که خودی دخت ها پاره نشنه، هم وسط از او را قشنگ ما به این صورت باز مونیم. همه از این جای بوچی ها را ما به این صورت کوک کدوم حال باز مونیم و بوچی ها را هم در طرف مقابل شی کاملا برابر از اینا کوک کدوم به این صورت. برای سراستینش هم ما به همین صورت جای واز کدوم و بوچی هایش کوک کدوم. جیب شی دیگر لازم نیه که باز کنیم، ما فقط یک بوچی های تزئینی کوک کدوم برای شی. لباس از مو دیگه آماده شد به همین صورت. دوستای عزیز امیدوارم که این ویدیو را هم دوست داشته باشید و از این مدل لباس ها برای دخترای خود جور کنید و استفاده کنید. از همه شما تشکر مون بابت از اینکه ویدیو های از مر میبینید، لایک مونید. اگر نظری داشتی، سوالی داشتی در قسمت کامنت بپرسید، ما خوشحال میشیم. تا ویدیوی بعد خدا حافظ.